بریم مساحتش رو حساب کنیم. ما با یه حرکت میتونیم مساحت نصف یکی از این گلبرگ ها رو حساب کنیم و بعدش کارمون خب خیلی راحت میشه. برای این کار کافیه که این ربع دایره رو در نظر بگیریم و مساحت این ربع دایره‌ای که دارم بهتون نشون میدم رو منهای مساحت این مثلث کنیم، که اگر این کار رو انجام بدید مساحت نصف یکی از گلبرگ ها به دست میاد. ضرب در 8 میکنیم، مساحت کل حساب میشه. پس گفتیم برای به دست آوردن مساحت نصف یکی از این گلبرگ ها باید مساحت ربع دایره رو منهای مساحت مثلث کنیم. بریم مساحت ربع دایره رو حساب کنیم. ربع دایره ای که شعاعش 10 و مساحتش میشه 1/4، چون ربع دایره است، 1/4 شعاع ضرب در شعاع ضرب در عدد پی. محاسبات رو انجام میدیم، حاصل 78.5. بریم سراغ مساحت مثلث که میشه 10 ضرب در 10 تقسیم بر 2 که 100 تقسیم بر 2 میشه 50. قراره این دوتا رو از هم کم کنیم، مساحت نصف یکی از گلبرگ ها به دست بیاد، 28.5. و اگر این رو ضرب در 8 کنیم مساحت کل گلبرگ ها یعنی 228 به دست میاد.